بودن بیدار شدن. سوخت سرایی هم بزرگی حالا هم خیلی داریم. پاداش همشو دیدیم هم قرآن در قسمت راست تصویر تلویزیونی قرار داره، با کفش سفید کشتی میگیره و رضا سوخت سرایی کشتیگیر ایرانی با کفش مشکی آخرین نفری که از ایران کشتی میگیره رضا سوخت سرایی هست. یک کشتی هم البته در وزن 82 کیلوگرم داریم که حمید علی دوستی میگیره. رضا سوخت سرایی برای زیر یک خم میره، هندی روش خیمه میزنه، رضا زیر یک خم رو بالا میره، بین پاهاش قرار میده، حریف هندی لیلی میکنه، او پا رو کنار پا میذاره و راحت خاکش میکنه و یه نمره برای رضا سوخت سرایی جا ثبت میشه که در رو کار میکنه. یک بار دیگه این زیر یک خم رو میگیره از راه دور، دستش پشت کاسه قلاب میشه، هندی سعی میکنه اون رضا سوخت سرایی تبدیل میکنه به دو خم. از نظر فنم خوب شده، رضا اینجوری نبود در گذشته، من کشاشو دیدم، ولی حالا هم یه خم میگیره تبدیل میکنه به دو خم، بغل پا دست میذاره. اینجا تیکه کاری و ریزه کاری هایی است که یواش یواش و به تدریج آموخته. در 100 کیلوگرم رضا سوخت سرایی در برابر حریف هندیش صاحب دو امتیاز میشه. حریف هندی در برابرش قد سرسینش رو راست میکنه. یک بار دیگه رضا سوخت سرایی زیر یه خمش رو میگیره. سوخت چاین از هند تعادلش به هم میخوره، مجبور است که در خاک رضا بشینه و یه نمره دیگه بده. 3 دقیقه اول مبارزه رضا سوخت سرایی و حریف هندیش به نام سوخت چاین در اینجا خاتمه پیدا میکنه با حساب 3-0. رضا روی هم رفته، همونطور که من خدمتتون گفتم، نشان داد که تیکه هایی رو تازگی یاد گرفته. حالا بگم که بر صحنه چه کسی میاد؟ حاج عبدالحسین فعلی پیرمرد کشتی و نبی سروری که رضا سوخت سرایی رو تره خوش میکنن و در جهت دیگه دو تا دیگه. رضا سوخت سرایی به حاج عبدالحسین فعلی میگه که به آب و مسائل دیگه یعنی حوله تر فلان نیازی نداره. نبی سروری این چهره رضا سوخت سرایی است و حاج عبدالحسین فعلی پیرمرد کشتی. از جهت دیگه نبی سروری قهرمان جهان در مسابقات استانبول سال 1957. رضا سوخت سرایی را آماده میکنه که به صحنه بره برای ادامه 3 دقیقه دوم مبارزه. یک بار دیگه رضا سوخت سرایی زیر دو خم حریفش رو میگیره و هندی رو میکشه به زیر، یه نمره دیگه میگیره. یک بار دیگه رضا میره که سرتر رو جفت بکنه، اگر بتونه رها میشه از دستش و سوخت چاین در برابرش میسته زیر دو خم از بالای رون، سبب میشه که یک خاک رضا سوخت سرایی موفق میشه حساب امتیازش به 6-1 میرسه. 3 دقیقه دوم هم با این کیفیتی که ملاحظه فرمودید به سود رضا سوخت سرایی خاتمه پیدا میکنه. ما ایمو رضای سوخت سرایی و حریف هندیش سوخت چاین و حساب 6-1 به سود رضا سوخت سرایی و 3 دقیقه که در پیشه. دقیقه هفتم رو میگذرونیم. رضا یک بار دیگه زیر یک خم حریفش رو میگیره، بین پاهاش قرار میده، دست بغل رون و او رو راحت خاکش میکنه. حساب امتیازش به 7-1 میرسه. 7-1 به سود رضا سوخت سرایی. کت رو بالا میاره، و رو کار میکنه. دست برای تو کنده، این کنده رو سعی میکنه که بالا بیاره، چون طول میکشه سرپا میدن. 6:52 میگذره. حساب امتیاز 7-1 به سود رضا سوخت سرایی. خب
سوخت سرایی یک بار دیگه خاک میکنه. حساب امتیازش به 8-1 میرسه. رضا یک بار دیگه موفق میشه که خاک بکنه. سوکچان برای زیر میره و او روش خیمه میزنه. 9 دقیقه در اینجا تموم میشه. در شرایطی است که همون 9-1 و رضا سوخت سرایی نیم نمره منفی میگیره.